سلام بچه ها، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام بهتون بگم که من چجوری آلمانی یاد گرفتم. قبل از اینکه شروع کنیم میخوام بهتون بگم که برخلاف ویدئوی چجوری من انگلیسی یاد گرفتم، این ویدئوی کم فرق میکنه. چرا؟ چون من آلمانی رو توی آلمان یاد گرفتم و خب شرایط من فرق میکنه الان مثلا نسبت به انگلیسی که توی ایران یاد گرفتم، یعنی توی یک محیط غیر انگلیسی یاد گرفتم. ولی گفتم که اینو همین قبل ویدیو براتون بگم، چون اکثر نکاتی که من میگم خب بیشتر چیزاییه که من به خاطر آلمان بودن مثلا تونستم استفاده کنم و برای همین بیشتر این ربط داره به آلمان بودن. اگه که همینجور علاقه مندین میتونین این ویدیو رو ببینین، یعنی اگه توی ایرانین، ولی اگه که نه میتونین همین الان ویدیو رو ترک کنین. خب من همونجوری که شاید خیلیاتون بدونین، من با زبان انگلیسی اومدم آلمان برای تحصیلم، با آیلتس اومدم و خب وقتی که اومدم واقعا هیچ آلمانی بلد نبودم، یعنی یکم یاد گرفتم دیگه، همون قبل اومدنم یکم شروع کردم یاد گرفتن، یعنی اصلا کلاس نرفتم. بعد وقتی که اومدم خب مجبور شدم، یعنی دیدم واقعا نیازه، بعد یاد میگرفتم. به هر حال من چجوری یاد گرفتم؟ اول من توی ایران از سریال های اکسترا استفاده میکردم که توی یوتیوب میتونید پیدا کنین. این سریال خیلی به من کمک کرد، یعنی اون اوایل که من حداقل چند تا کلمه آلمانی یاد بگیرم و بیام آلمان. بعد از اون من دو ترم کلاس زبان رفتم که دانشگاهمون برام گذاشته بود و رایگان بود، ولی راستشو بخواین کیفیت کلاس زیاد خوب نبود. حالا یا کیفیت زیاد خوب نبود یا چون که رایگان بود من همچین حسی پیدا کرده بودم و منم زیاد راستش تلاش نمی‌کردم دیگه. هیچی دیگه، خواستم اینو بگم که این کلاسارم بود ولی واقعا من تو این کلاسا چیز یاد نگرفتم، یعنی من چیز یادم نیست که الان از اون کلاس یاد گرفته باشم. به نظرم کلاس زیاد به درد بخور نبودن، کلاس های A11 و A12 بود، یعنی خیلی سطح پایین و به نظرم مفید نبود. به هر حال من نیاز داشتم که برم سر کار و باید جدی میشدم برای آلمان یاد گرفتن. دیگه این کلاس های دانشگاه ادامه ندادم. من هر روز که شام میخوردم میومدم پای شبکه ZDF اینفو که مستند نشون میده، میمدم هر شب که میخواستم شام بخورم یه دونه مستند میدیدم، 45 دقیقه اکثرم بودن. حالا من شام خوردم سریع تر بود، ولی خب منم دیگه آروم آروم با این مستند غذا میخوردم و من هر شب یه مستند میدیدم و اون موقع اصلا هیچی رو نمیفهمدم، یعنی هیچی شد اصلا نمیفهمدم، هیچ چیز این مستند رو نمیفهمدم، ولی فقط این کار رو میکردم هر شب که گوش من عادت کنه به این زبان. یعنی فقط میخواستم یه جوری تمرین کنم، چون میدونستم که اگه خیلی گوش بدم این کمکم میکنه و بعدم میتونم کلماتو یاد بگیرم. چون وقتی که شما خیلی گوش میدین مثلا این سری کلمات براتون آشنا میشه، بعد یه جایی که اینو بخونینش یا یادش بگیرین این از قبل توی ذهنتون آماده است، بعد دیگه شما میدونین کلمه چیه. برای همین من اومدم این کارو کردم و خب کم کم باز هی یکم کلمه یاد گرفتم. مثلا وقتی چیز میشنیدم خودم سعی میکردم اونو بنویسم، میشستم تو دیکشنری ببینم چه جوریه، ببینم چی هست، اگه یه چیزی که مثلا خیلی برام تکرار میشد. خلاصه اینم نکته ای که حالا حتی اگه آلمانی بلد نباشین یا هر زبانی، به نظرم اولش میتونین سعی کنین که گوشتون رو به اون زبان عادت بدین، یعنی حتی اگه نفهمیدین سعی کنین یه چیز ازش ببینین. و بعد دیگه کم کم من هی کلماتی که یاد میگرفتم و مینوشتم، یعنی من واقعا از هر منبعی که میشد استفاده میکردم، اینترنت، یوتیوب نگاه میکردم، چه میدونم سایت ها رو میخوندم، سایت هایی که داستانهای ساده، مثلا دنبال داستانهای ساده میگشتم که داستانهای ساده آلمانی بخونم برای بچه ها، اینا خیلی باز خوبه. یا مثلا کتاب بچگونه، یادم یه دونه کتاب بچگونه یه جایی اینورا دارم، یه دونه کتاب دارم که برای بچه هاست، خیلی متن ساده، مثلا اینو من سعی میکردم یاد بگیرم کلماتشو در بیارم. خلاصه اینکه من از هیچ چیزی دقیق نمیکردم، هر چیزی که دم دستم میومده رو سعی میکردم یک کلمه ازش در بیارم و یاد بگیرم. گذشت تا من رفتم سر کار مصاحبهمون من با آلمانی رفتم، یعنی یکم دیگه میتونم صحبت کنم. و البته اینم بگم که بیشتر جملاتی که میخواستم توی مصاحبه بگم حفظ کرده بودم، یعنی اکثرشو مثلا تو اینترنت خونده بودم چه سوالایی میپرسن تو مصاحبه کاری و این جملاتو من حفظ کرده بودم و اکثرش مثلا اینجوری نبود که مثلا آماده باشم هر چیزی بگم، فقط جملات ثابتی میتونستم بگم. بعد سر کار که رفتم، یعنی اولین کاری که گرفتم خیلی کمکم کرد، یعنی بزرگترین کمک به زبان آلمانی من کارم بود، چون من خب توی دانشگاه ما همیشه انگلیسی صحبت میکنیم و اصلا شانس آلمانی صحبت کردن تقریبا صفر برامون،
ولی سر کار من خیلی آلمانی یاد گرفتم. البته من با همکارا اوایل مثلا یکم آلمانی صحبت میکردم، بعد دیدیم خیلی سخته، من اون موقع آلمانی واقعا داغون بود، سویچ کردیم به انگلیسی و دیگه همشون با من انگلیسی صحبت میکردن، برای همین باز مستقیم با خودشون چیزی یاد نمیگرفتن. ولی توی دفتری که بودیم، ما سه نفر بودیم دقیقا توی دفتر، و دو نفر از اینا همیشه با مشتری ها صحبت میکردن، و وقتی که با مشتری صحبت میکنن خیلی شمرده‌تر و آهسته‌تر صحبت میکنن، و این خیلی من کمک کرد. من همش واقعا کار نمیکردم، فقط داشتم گوش میدادم اینا چی میگن، تلفن که با مشتری که تلفن داشتن، خلاصه اینکه من همش گوشم اینور بود ببینم اینا چی میگن، و بعضی از کلماتو دیگه مثلا بعضیش خودم بلدم، بعضیش هم دیگه حدس میزدم. دقیقاً کلمه موگلیش کایتن رو من از این تلفن‌های همکارم یاد گرفتم. مثلا یه نفر زنگ زد سایتشون خراب بود، و این همکار من که داشت مثلا راهنماییش می‌کرد گفت که دقیقاً چی گفت، ولی خب گفت بکنم دا گیبت درای موگلیش کایتن، یه هم چیزی. بعد خب من اصلا گیبت رو می‌دونستم، یعنی مثلا وجود داره، تمام کلمات رو می‌دونستم، فقط موگلیش کایتن رو نمی‌دونستم. بعد خیلی بهش می‌خورد که مثلا امکان باشه، سه تا امکان هست، سه تا پاسیبیلیتی مثلا وجود داره. بعد که تلفنش تموم شد ازش پرسیدم، گفتم این کلمه معنیش این میشه، و گفت آره. و خلاصه اینجوری من کلماتو هی یاد گرفتم، یعنی خیلی داشتم حدس میزدم بعد بزنی که توی اون جمله چه معنی میده. خلاصه این که کار من خیلی من کمک کرد. بعد خب دیگه کم 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 گذشت، و من سعی کردم دیگه با همکارام آلمانی صحبت کنم، و من میگم من توی کار خیلی آلمانی یاد گرفتم، یعنی حالا نه فقط اون کار، کارهای بعدیم همیشه بهم کمک میکرد، یعنی یه جوری نمیدونم من توی کار خیلی بیشتر یاد گرفتم. در حال ادیت ویدیو هستم که یادم اومد یه قسمت رو نگفتم. شاید فکر کنین که من خیلی زبان با الیسا یاد گرفتم، ولی خب در واقع اینجوری نیست اصلا، چون من با الیسا انگلیسی صحبت میکنم، و میشه گفت کمترین زبان رو من از الیسا یاد گرفتم. البته اینو بگم که یه خوبی که داره، یه مزیتی که با دختر آلمانی توی رابطه باشی اینه که میتونی ازش همیشه سوال بپرسی که چی مثلا فلان چیز به آلمانی چی میشه، و اگه که باهاش آلمانی صحبت کنی که دیگه عالیه. یعنی من اگه با علی آلمانی صحبت میکردم شاید تو همون یک سال اول دیگه زبانم توپ بود، و اصلا نیازی به هیچ روشی دیگه ای نبود. و اینکه از خانواده‌اش، خب بالاخره اونم تاثیر داره، چون با خانواده‌اش آلمانی صحبت میکنم، خانواده‌اش هم تاثیر داره، و خواستم این یه تیکه رو بگم. برگردیم به ویدیو. یه کاری که من همیشه میکردم و میکنم اینه که من کلماتی که نمیدونم رو مینویسم. این یه چیز خیلی ساده است که بعضی وقتا خود من حتی ازش رد میشم، ولی هر بار که من یه کلمه نوشتم اونو خوب یاد گرفتم، و دقیقا همیشه ضربه رو از جایی خوردم که کلماتو مثلا ننوشتم، و بعد یه جایی توی یه جا میشنومشون و میگم چقدر آشناس این کلمه. من کاری که میکنم، میام هر بار که کلمه جدید میشنوم از همکار یا هر چی، یه اپ رو دانلود کردم به اسم انکی اپ، حالا برای iOS هست، برای اندروید هم حتما از این اپلیکیشن های فلش کارت حتما گیر میاد. ببینید بچه‌ها، الان مثلا این کلمه گون هایت که من قبلا معلوم بلد نبودم، من میام کلمه رو مینویسم توی فلش کارت، و جلوش هیچ ترجمه نمینویسم، پشتش معنیشو نوشتم، یعنی پشت این فلش کارتم معنیشو نوشتم، و مثالی که من این کلمه رو توش یاد گرفتم، یعنی دقیقا وقتی که این نفر این کلمه رو گفته توی یه جمله گفته، من اون جمله رو می‌نویسم که بدونم دقیقا چه جوری استفاده میشه. و این جمله که بنویسی خیلی مهمه به نظرم. من اول سعی می‌کنم کلمه رو همینجوری به یاد بیارم، یا یه مثال باش بزنم، اگه یادم نیومد برمیگردونم ببینم مثلا جوابش چیه، یا اینکه اگه یادم اومد باز چک می‌کنم درست گفتم یا نه. پس این خیلی مهمه که اون جمله رو بنویسین که اون کلمه داخلش استفاده شده. یه کار دیگه هم که می‌کنم جدا اینه که من حالا یه دفترچه دارم با خودم همیشه سر کارم، یعنی وقتی که من دارم با همکارا صحبت میکنم اگه یه کلمه بگن که من بلد نیستم، سریع اون کلمه رو مینویسم که این از یادم نره، و این باز خیلی کمکم میکنه، مخصوصا تو اون محیطی که هستی بعد خیلی از کلمات تکرار میشن، و اگه از همون اول خیلیش یاد بگیری خیلی به ارتباطات هم کمک میکنه. یه کار دیگه که میکنم اینه که من همیشه حرف مردم رو تکرار میکنم. یعنی وقتی یه نفر یه جمله میگه، مثلا من میبینم که یه استراکچر خیلی خاصی داره، اون جمله رو تکرار میکنم با خودم، یعنی قشنگ میگمش. اگه که مثلا الان باشه که دارم دورکاری میکنم بلند میگمش، اگه سر کار باشه تو ذهنم تکرارش میکنم، یعنی یکم یواش میگمش.
این هم باز خیلی کمک میکنه تکرار جمله، چون خیلی وقتا ما یه چیزی رو میشنویم و فکر میکنیم که بلدیمش، ولی وقتی که میخوایم بگیمش بعد یهو گیر میکنیم، توی گفتن خیلی سختتر میشه. و برای همین من سعی میکنم که کلماتو بگم، اون چیزی که میاد میگیرم من بگمشون، یعنی به زبون بیارم. این خیلی کمک میکنه. یه نکته دیگه اینه که من چون انگلیسی اومدم و با خیلی از آلمانیا با انگلیسی شروع کردم، این رابطمون شروع شد و دوستیمون شروع شد، هنوز با من انگلیسی صحبت میکنن، یعنی خیلی این عادت تغییر دادن خیلی سخته، هنوز انگلیسی صحبت میکنن. و باز یه چیزی که من کمک کرد این بود که من دیگه همون اوایل وقتی دیگه شروع کردم یکم آلمانی بهتر شد، دیگه بهشون گفتم لطفا فقط با من مثلا آلمانی صحبت کنین. هنوز پیش میاد که با من انگلیسی صحبت میکنن، مثلا یو اول چت میان شروع میکنن انگلیسی صحبت میکنن، ولی خب من هی سعی میکنم آلمانی جواب بدم و بهشون میگم که اگه میشه آلمانی بگو. و این باز کمک میکنه، یعنی خجالت نکشین که بهشون بگین. و شما به هر حال اشتباه میکنین، بهتره که با دوستاتون اشتباهاتو بکنین، چون این خیلی کمک میکنه که با زبانتون قوی بشه. یعنی از تمام این چیزا بخواین استفاده کنین، این خیلی کمکتون میکنه، مخصوصا این دوستایی که دوستای آلمانی که دارین. در آخر میخوام یه چیزی بهتون بگم بچه‌ها. ببینین شما اگه دارین این ویدیو رو میبینین، یعنی دسترسی به اینترنت دارین، و شما اگه دسترسی به اینترنت داشته باشین یعنی هیچ محدودیتی ندارین، یعنی شما میتونین همه کاری بکنین، البته غیر از اینکه فیلتر بشین. شوخی کردم اینو، ولی در کل شما واقعا به نظر من وقتی شما به اینترنت وصل باشی هیچ محدودی نداری و میتونی هر چیزی رو یاد بگیری، یعنی نه فقط زبان آلمانی، هر زبانی و بلکه هر چیزی رو، یعنی هر چیزی که بخوای میتونی یاد بگیری، فقط کافیه سرچ کنین براش، از اینترنت استفاده کنین. نمیخوام حالا مثلا نصیحت کنم اینا، ولی خب الان مخصوصا اینستاگرام، یوتیوب، انقدر آدم هست که حتی فارسی زبان که دارن آلمانی یاد میدن یا زبانهای دیگه یاد میدن، که شما راحت میتونید اونا رو پیدا کنین و استفاده کنین. یعنی چی از این بهتر؟ همه چی آماده هست، فقط باید یکم براش وقت بذارین، انرژی بذارین و استفاده کنین. و اینم بهتون بگم هیچ راه ساده‌ای برای هیچ چیزی وجود نداره. اینکه نمیدونم یادگیری زبان در خواب و از این چیزا رو بزنین کنار، برای اون چیزی که میخواین تلاش کنین بهش میرسین. خب بچه ها مرسی که این ویدیو تماشا کردین، امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین. اگه که پیج منو تو اینستاگرام ندارین، عابد ناصری، یه چکش بکنین. و اینکه سابسکرایب کردن کردین، دوستتون دارم. تا بعد.